سلام، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با یه بحث متفاوت با شما هستم. یکی از دوستان سوال کرده بودن خانمی که من میتونم با یک فردی آشنا بشم و رابطه ای رو آغاز کنم. در آغاز رابطه هم خیلی جذابیت داره ارتباطمون برای هر دو نفر، ولی خیلی زود به نظر میاد من جذابیتمو از دست میدم و فرد مقابل دوست داره رابطه رو تموم کنه و همین اتفاق هم میفته. این موضوع چند بار برام تکرار شده. من باید بگم که بله، این مسئله شیوع زیادی داره. ببینید، افرادی که با خودشون ارتباط خوبی برقرار نکردن و به شدت نیازمند برقراری رابطه با یه فرد دیگه هستن و از اون طرف محتوای قشنگی در درونشون ندارن که تو رابطه ارائه بدن، چیزی ندارن، وقتی با فرد دوست میشن واقعا آوردشون تو این دوستی چیه؟ این بدبستان که قرار نیست فقط فیزیکی باشه، اگه از لحاظ فکری، از لحاظ عاطفی، از لحاظ محتوای ذهنی من بخوام چیزی ارائه بدم، واقعا چیزی دارم؟ چقدر مطلب دارم که میتونه جذابیت من رو تو رابطه بالا ببره؟ آدم ها فقط جذب ظاهر ما نمیشن، آدم ها دنبال چیزی برای ظاهرن. شاید ظاهر در وهله اول فردی رو تحریک و تحریج کنه و هیجان بیاره تا به سمت کسی بره، ولی برای ماندگار شدن که در کنار او لازمه که چیزهای بیشتری داشته باشی که هر روز از خودت نشون بدی. چی داری؟ چقدر مطالعه میکنی؟ چقدر وقت میذاری که اطلاعات مفیدی رو از منابع متعدد کسب کنی که هم به درد خودت و زندگیت میخوره، هم تو ارتباطت با دیگران میتونی به دوستانت هم بدی و اونها فکر کنن چقدر راحت و آسون به محتوای چنین ارزشمند دست پیدا کردن. آدمایی که وقتی برای خلوتشون ندارن، وقت برای تغذیه کردن ذهن خودشون ندارن، در رابطه با دیگران یه جایی هستش که دیگه کم میارن و طرف مقابل هم فکر میکنه وقت بیشتری رو صرف این رابطه نکنه و بهتره جای دیگه‌ای دنبال ارضا و پاسخ سوالاتی باشه که حتی مطرح هم نمی‌کنه. امیدوارم که وقت بیشتری رو برای خودتون بذارید، برای اینکه یاد بگیرید که اصلا کنجکاو چه چیزهایی باشید. این آدم رو تقصیر کنید، کتاب‌های رمان خوب بخونید، زندگی نامه افراد موفق و بزرگ رو بخونید و همواره تازه بشید، نو بشید، برای اینکه یک آدم تازه برای فرد مقابلش جذابیت خواهد داشت. اما یه فرد تکراری که چیزی برای گفتن نداره مسلماً جذابیتش از دست میده و کنار گذاشته میشه.